راستی دوستای عزیز و خوبمه، دوست دارم در این قسمت برنامه یک موضوع جالبتر بر شما بگم. شاید هم خبر داشته باشین. در قرآن آیه ای هست که فرموده شده شفاء لما فی الصدور. وقتی آیات قرآن رو شما بخوانین، تداوی کننده و شفا دهنده دردهای شما هست. وقتی ما و شما، اولادای ما، اطفال ما و شما یا میترسن یا نظر میشن یا دیگه مشکلات روحی روانی بر اینا پیدا میشه، میبریم پیش یک شیخ. شیخ صاحب، آیات قرآن بالای سر اولاد ما بخون تا اولاد ما آرامش پیدا بکنه، به حالت عادی زندگی بکنه. چقدر خوبه دوستای عزیز عقیده ما بالای آیات قرآن راسخ باشه. آیا من هم میتونم مثل یک شیخ همون قسمی کارو بکنم؟ بله، به شرط ریاضت داشته باشی، به شرط زهد و تقوا در تو ایجاد بشه، به شرط با قرآن لحظات ایمانی زندگی تو با قرآن سپری بشه، تو هم میتونی. رسول صلوات الله علیه در مسجد نشسته بودن، ابو هریره رضی الله تعالی عنه یکی از اصحاب جلیل القدر، حامل 6000 حدیث از رسول صلوات الله علیه، نزد جناب محمد رسول الله تشریف بیارن. ای رسول خدا، بسیار بسیار دل دردم. رسول صلوات الله علیه به او توصیه میکنن نماز بخوان و بعد از نماز دوباره سوره فاتحه بخوان و بر خود بدم. هنوز نماز ابو هریره، خود روایت میکنه، میگه هنوز نمازم به پایان نرسیده بود، احساس راحتی در وجودم بود. عقیده ابو هریره با آیات قرآن شفا دهنده او شد. شفاء لما فی الصدور. در آیه دیگر از قرآن داریم که قرآن شفا دهنده هست. قرآن شفا دهنده هست. آیه دیگر از قرآن داریم و اذا مرض فهو یشفین. زمانی که شما به بیماری مبتلا میشین، اوست که شفا میدهد، شفا دهنده اوست. و این کلام و این پیام خود به خاطر تداوی من و تو که بیماری های قلبی فراوانی داریم، بیماری های تهمت، بیماری غیبت، بیماری بیعدالتی، بیماری بیقناعتی، بیماری های دروغگویی، خیلی بیماری داریم دوستا. این بیماری ها با آیات قرآن شفا، آیات قرآنی که شفا دهنده هست، شفا بدیم. پس قرآن بخوانیم. بله، تصمیم میگیریم شب و روز ما با قرآن سپری بشه، خصوصا در ماه قرآن، بهار قرآن، ماه مبارک رمضان هست. بیم قلب قرآن تلاوت بکنیم، سوره یاسین. بیم عروس قرآن تلاوت بکنیم، سوره الرحمن. بیم سوره تلاوت بکنیم شبها که بیمه‌نامه ما رو امضا میکنه از عذاب قبر، تضمین کننده هست. سوره ملک در ابتدای جزء 29 قرآن عظیم الشأن. بیم سوره قیامت قرائت بکنیم، بخوانیم. بیم سوره واقعه رو بخوانیم تا تنگی رزق از ما دور بشه. بیم سوره الحمد بارها بدون اینکه در نماز باشیم بخوانیم، تا سوره ای که به نام ام الکتاب، فاتحه، ام القرا لقب گرفته، بیم این سوره بارها تلاوت بکنیم. سوره های معوذتین رو تلاوت بکنیم تا از نظر دور بمانیم، از نظر بد دور بمانیم، از آفت ها دور بمانیم. سوره معوذتین، قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق. بیم چهار قل شریف بارها و بارها بعد از نمازها، قبل از نمازها، ورد زبان ما باشه. زبان تا بود در دهان جایگیر، ثنای محمد بود دلپذیر، ثنای خداوند بود دلپذیر. چقدر خوبه که زبان ما با قرآن ملبس به لباس ایمان باشه. پس از همه شما عزیزا تقاضا نمیتونم بکنم، چون احساس میکنم که به شما شاید بیحرمتی بکنم، چون میفهمم که شما لحظات ایمانی زندگی شما آغشته به قرآنه. همه شما عزیزا قرآن خوان هستین. پس تقاضای خود در اینگونه بیان میکنم، تلاش بکنین در ماه مبارک رمضان از سیستم تفسیر که در اکثر مساجد شروع میشه استفاده بکنین. دوستای عزیزمه،
کسایی که حتی نمیتونین در ذهن خود مطالب بگنجانین در اون فضا اشتراک بکنین، اون فضای ایمانی و قرآنی به همه شما عزیزا آرامش میده. ای عزیزی که در جستجوی آرامش هستی، طاعات و عباداتت قبول. عزیزی که در جستجوی آرامش هستی، خداوند بهترین لحظات نصیب تو بکنه. عزیزی که در جستجوی آرامش هستی، برکت ایمان خداوند به تو نصیب بکنه، سعادت دارین خداوند به تو نصیب بکنه، سایه پدر و مادر از سر تو کم نشه، خداوند از گنجینه های رحمت خود دروازه های رحمت بی اندازه بر تو بگشایه. پس چقدر خوبه که به خدا اعتماد بکنی، به خدا باور و اعتقاد داشته باشی، باوری قلبی داشته باشی که خداوند تو را در آغوش رحمت خود حفظ میکنه. با توکل و ایمان به خدا، از کلام خدا بر خود آرامش بطلب و به قرب الله برس. هر آینه او فرموده است ادعونی استجب لکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.